دستاوردهای بیانش بکنیم، دستاوردهای این جنگ 11 روزه در کنار همینطور یکایک نبردهایی که با ما با حماس و جهاد اسلامی داشتیم از سال 2007 که روی کار آمد، اول از همه این افراد یعنی آیا سعی بر این دارن که یعنی بهینه سازی داشته باشم از نظر افرادی که در غزه دارن زندگی میکنن با یک وضعیتی که به هر حال که 20 سال طول خواهد کشید که به یک استاندارد آف لیوینگ سطح زندگی بهینه برسن، مثل که در جودا و سومریا زیر دولت خودمختار فلسطینی در اونجا هستش. از طرف دیگه ممکنه 20 سال دیگه اونها طول بکشه تا اینکه به شهروندان عرب اسرائیلی برسن که از دموکراسی بهره برداری میکنن و آنها نیز در یکایک شهرهای مختلفی که ما داشتیم با روی کار آمده و آنچه که بحث از شیخ جراح شد، موضوع شیخ جراح برمیگرد به 130 سال پیش که شهروندان یهودی که قبل از تأسیس دولت اسرائیل در 1948 130 سال پیش سعی بر خریداری داشتن و خریداری کردن 28 خانه رو خارج از دیوارهای در اونجا گفته میشه Old City of Jerusalem و در اونجا زندگی میکردن تا اینکه لژیون عربی آمد و جنگی که بین اسرائیل بود و در اون موقع پیکارجویان به حال لژیون عربی بود با استعمار انگلیسی برحال آمدن و این خانه های یهودیان رو مصادره کردن و در اختیار اعراب گذاشتن که مفت و مجانی برای 60 سال در اون زندگی بکنن. بعد از 1967 و روی کار اومدن برحال یعنی بازگردانیدن و اتحاد که بین اورشلیم شرقی و اورشلیم غربی ایجاد شد، برحال به این نتیجه رسیدن که از نظر داوری اگر جدن منازل از آن شما هست، شما باید اسناد و مدارکی به دیوان عالی اسرائیل از نظر حکم به حال قانون مداری بیاید ارائه بدید و آنها موفق شدن این کار را انجام بدن. از 1972 حدود 30-40 سال تمام مسائل در بحث و گفته بود دیوان عالی تا اینکه به این رسیدن که به این نتیجه رسیدن بله از آن یهودیان هست. 28 خانه عربی که 60 ساله در حال حاضر عرب اسرائیلی در اون زندگی میکردن مفت و مجانی باید برگردونه به صاحبان خودش. یعنی اسرائیل نمیاد افرادی رو از خانه خودشون بیرون بکنه به عنوان یک دموکراسی. اول از همه باید دادخواهی باشه، اولا دیوان عالی باید مطرح بشه با اینکه اسناد مدارک خودشون رو بیان ثابت بکنن. اگر زورش برسه، اسرائیل زورش میرسه به شهروندان خودش و شهروندانی که در آباد نشینا هستن، حتی یک متر آمده باشن و تخلف کرده باشن، تمام خانه رو میان روی سرشون خراب میکنن و اعراب همیشه به هر حال آمدن تخفیفی براشون ایجاد شدن و این تخفیف و بهره برداری از دموکراسی اسرائیل آنان رو بر این داشته که بیش از 25 هزار تا فقط در دور تا دور جدار زندگی که ایجاد کردن که برای جلوگیری از تروریسم که در سال 2000 دوشنبه پنجشنبه هر انترون به استشهاد میومدن میکردن و خودشون رو حماسی ها میخواستن بیان و بپرورونه از طریق استشهاد و اینکه 72 حوری بهشتی به آن دنیا برسند، آمدن یک جداری رو دور تا دور اورشلیم ایجاد کردن از این طریق که نتونن جدار 10 متری که نتونن از این بگذرن و همینطور که در شمال اسرائیل ایجاد کردن و از طریق دوربین‌های که در اونجا نصب کرده بودن بتونن آنچه که در شمال اسرائیل هست از حزب الله و نوار غزه و غیره رو بیان و همینطور در اورشلیم رو و بیان و زیر نظر داشته باشن و آنان به هر حال آمدن بهره برداری که نه از اون جدار مرزی که ایجاد کردن و برای خودشون خانه سازی های غیر قانونی انجام دادن که اسرائیل اصلا دخالت نمیکنه در آنچه که در حال حاضر در این یکایک که شهرهایی که برای خودشون زدن روی هر تپه برای خودشون مسجد زدن
و برای خودشون آمدن خانه سازی بدون شهرک سازی کردن. یکی از شهرهای بزرگی اسرائیل و قطری ها و اماراتی ها سعی بر این داشتن که آیین شهرسازی رو، شهرنشینی رو به اعراب یاد بدن و اعراب در فلسطین یاد بدن، برای این بوده یک شهرکی بسازن و و این شهرک ساختن. هیچ کس حاضر نشد که به اونجا بره، فقط افراد تحصیل کرده بودن که آمادگی این رو داشتن که به اینکه شهرک هایی که آمده بودن و ساخته بودن برند، برای اینکه نمیتونن اونطوری که از نظر آیین شهرنشینی ممکنه آشنایی نداشته باشن و ترجیح میدن با تخلفات و اینی که آنچه که در قبال قانون مداری اسرائیل هست آنچه که میخواهند انجام بدن. از این رو دیوان عالی اسرائیل حکم داد بعد از سالها که این مسئله از نظر دادخواهی بود که به خانه‌های خودشون برگردن، و آنچه که در اصل آمد و حماس انجام داد